به به، چه دم پختی شده. یکم هم سالاد شیرازی کنارش میذاریم و واقعا خیلی عالیه. با هم بریم امتحانش کنیم. مقدار 3 قاشق غذاخوری روغن توی قابلمه میریزیم. یه دونه پیاز بزرگ یا 2 تا عدد پیاز متوسط رو خرد میکنیم، تفت میدیم به این صورت. 2 قاشق چایخوری نمک بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق چایخوری زردچوبه. 1 قاشق چایخوری هم از ادویه بهارات استفاده کردم و مقداری هم پودر لیمو امونی. 3-4 تا قطعه سیر رو 2 نصف میکنیم. مقداری فلفل سبز و 2 عدد سیب زمینی بزرگ رو که خرد کردیم هم به مواد اضافه میکنیم. برای اینکه خیلی خوشمزه تر بشه 1/2 قاشق غذاخوری هم بهش روغن حیوانی یا روغن کرمانشاهی اضافه کردم. به به، چه بویی میده. اگه دوست داری تندش کنی یه کمی هم فلفل سبز تند میتونی توش خرد کنی، مثل من اضافه کنی. همه مواد رو با هم دیگه تفت میدی. 1 قاشق چایخوری هم رب پاپریکا و 1 قاشق چایخوری رب گوجه فرنگی. مواد رو با هم دیگه تفت میدیم. 2 پیمونه برنج رو که قبلا خیس کردم به موادم اضافه میکنم. ادویه بهارات از دارچین، فلفل سیاه، پودر پاپریکا، پودر تخم گشنیز، زیره، زنجبیل، هل و میخک و جوز هندی درست شده. ترکیباتش یه ادویه خیلی گرم و خوش عطر و طعم رو تشکیل میده. خب من همه مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنم و بعدم باید به این مواد یه مقدار آب جوش اضافه کنیم. این دهن پخت رو من با گوشت درست کردم. شما میتونین گوشت رو ازش حذف بکنین. چون من گوشت بره رو پختم، بعد از آبش استفاده میکنم برای پخت این دهن پخت، که این دهن پخت رو خیلی خوشمزه تر میکنه. نصف و نصف، نصف آب گوشت رو میریزم و نصفم آب معمولی میریزم. گوشت ها رو میذارم وسط همون برنج که دم بیاد، همراه برنج دم بکشه. برای اینکه رنگ کتمون خوش رنگ تر بشه، یه قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی رو با آب جوش قاطی کردم و به برنجمون اضافه میکنم. 2 پیمونه برنج دارم، 3 پیمونه آب جوش اضافه میکنم. مقدار آب باید جوری باشه که روی برنجمون رو کاملا بپوشونه. با چنگال موادم رو هم میزنم به طوری که این آب رو به گوجه فرنگی و آب گوشت با تمام موادم مخلوط بشه. در قابلمه رو میذاریم تا بخار جمع شه. وقتی بخار جمع شد شعله رو کم میکنیم. حدود 40 دقیقه طول میکشه تا برنجمون دم بیاد. تو این مدت بعضی وقتا در قابلمه رو باز میکنیم و برنج رو با چنگال یکم زیر و رو میکنیم با احتیاط، به طوری که دانه های برنجمون له نشه. برای دم اومدن من از دمکش استفاده نمی کنم. این قطرات آبی که توی در قابلمه است رو من همیشه با دستمال حوله خوش میکنم. برنجمون آماده سرو. من توی دیس کشیدمش و
و دونه هاش هم خیلی عالی شده همینطوری که میبینین و بو و عطرش هم واقعا عالیه. خب با هم بریم امتحانش کنیم. کنار این دمپخت یه سالاد شیرازی خیلی میچسبه. روی سالاد شیرازیتون حتما پودر نعنا خشک بریزین که خیلی خوشمزش میکنه. ارزشش داره که حتما درستش کنین و نوشجان کنین. سابسکرایب و لایک یادتون نره. ممنون.